سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. ژائو فلیکس ستاره جدید بارسا امیدوار است که بتواند عملکردش را در همین سطح حفظ کند. گل تساوی لازیو مقابل اتلتیکو مادرید طبق ادعای رسانه اسپانیایی باید مردود اعلام می‌شد. کریستیانو رونالدو به 1000مین بازی بدون شکست رسمی دوران ورزشی خود رسید. سرمربی اسپانیایی پاریس سن ژرمن پس از پیروزی تیمش برابر بارسا دورتموند با ستایش از کیلیان امباپه پرداخت و او را بهترین بازیکن جهان دانست. اوله گونار سولشایر سرمربی سابق منچستر یونایتد میگوید تصمیم بازگرداندن کریستیانو رونالدو به این تیم اشتباه بوده است. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. بارسلونا شب گذشته در اولین دیدار از مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان به مسافت رویال آنتورپ رفت و موفق شد با نتیجه 5-0 این تیم را در هم بکوبد. ژائو فلیکس بار دیگر نشان داد که تلاش برای به خدمت گرفتن او از اتلتیکو مادرید در پنجره نقل انتقالاتی کار درسته بوده و موفق شد دو گل در این دیدار به ثمر برساند و پاس گل را هم برای روبرت لواندوفسکی ارسال کرد. این ستاره پرتغالی پس از پایان بازی در گفتگو با موبی استار پلاس اظهار داشت: درست مثل بازی قبلی ما طور بازی کردیم که همه چیز آسان به نظر برسد. همه ما بازی درست را به نمایش گذاشتیم و ثبات درست در طول این دیدار داشتیم. از این پیروزی بسیار خوشحال هستم. از این شرایطی که دارم بسیار خوشحال هستم و از آن لذت میبرم. هم تیمی هایم بسیار به من کمک میکنند. نمیتوانستم به تنهایی عملکرد خوب داشته باشیم. همه ما به دنبال این هستیم که موفقیت را برای این باشگاه و خوشحالی و لذت را برای هواداران برمغان بیاوریم. او در پاسخ به سوال درباره صحبت ها درباره خودش و کانسلو گفت: این موضوعی طبیعی است. ما در یک روز به این باشگاه پیوستیم. در یک روز اولین بازی را انجام دادیم و در یک روز گل زدیم. این حادثه تصادفی بسیار خوب است. باید این روند را ادامه دهیم. فلیکس با اشاره به تلاش برای حفظ این شرایط اضافه کرد: سخت‌ترین کار این است که این شرایط را حفظ کنیم. ما خوب شروع کردیم و این تیم هم عملکرد بسیار خوبی دارد. بودن در بالاترین سطح دشوار نیست، حفظ آن دشوار است. من در تلاش هستم تا به همین شکل به درخشیدنم ادامه دهم. تیم لازیو در بازی هفته نخست دور گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا دیشب با تساوی 1-1 مقابل اتلتیکو مادرید دست یافت. این دیدار که با برتری 1-0 نماینده اسپانیا تا پیش از وقت‌های اضافه دنبال می‌شد، در دقیقه 95 با گلزن ایوان پرودول به تساوی کشیده شد. دروازه‌بان لازیو در آخرین ثانیه‌های بازی روی ارسال لوئیس آلبرتو با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد و یکی از زیباترین گل‌های تاریخ مسابقات لیگ قهرمانان را به ثمر رساند. با این حال پاول فرناندز کارشناس داوری رادیو مارکا معتقد است که گل لازیو باید به دلیل خطای پیش از ضربه پرودول مردود اعلام می‌شد. او در این خصوص گفت: قضاوت بعد از اسلاوکوینچیچ کنترل بعد او چندین کارت زرد را به بازیکنان نشان نداد. روی صحنه گل تساوی چیزی برای اعتراض وجود ندارد، اما در جریان بازی قبل از کورنر داور یک خطای بسیار واضح را روی آنخل کوریا از دست داد که میتواند سرنوشت مسابقه را تغییر دهد. تیم فوتبال النصر عربستان در اولین بازی خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس با نتیجه 2-0 به برتری رسید. این مسابقه در شرایط برگزار شد که همه چیز تحت تاثیر حضور رونالدو فوق‌الطور پرتغالی قرار داشت و نگاه‌ها معطوف این بازیکن بود. اما جدا از توجه خارج زمین به ابرستار فوتبال دنیا، رونالدو در داخل زمین هم یک دستاورد جاودانه و تکرار ناپذیر را ثبت کرد و آن رسیدن به 1000مین مسابقه رسمی بدون شکست بود. رونالدو که پیش از این در لباس اسپورتینگ، منچستر یونایتد، ریال مادرید، یوونتوس، النصر و پرتغال به 999 بازی بدون شکست رسیده بود، در مقابل پرسپولیس با برتری تیمش موفق شد برای رکورد 1000 مسابقه رسمی بدون شکست دست پیدا کند. پس از اختلافاتی که بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پیش آمده بود، مدت تیم‌های دو کشور در زمین بی‌طرف مقابل یکدیگر به میدان می‌رفتند. اما با بهبود روابط ایران و عربستان، کریستیانو رونالدو و هم‌تیمی‌هایش برای دیدار مقابل پرسپولیس راهی تهران شدند. هواداران رونالدو در ایران استقبال بزرگ از او داشتند و شهیدای کریستیانو را در تهران دیدیم. اما هوادارانی که حامی پرسپولیس بودند یا به رونالدو علاقه داشتند، روز سه‌شنبه موفق نشدند بازی تیمشان را در ورزشگاه آزادی را از نزدیک ببینند، چرا که در پی پست توهین‌آمیز نسبت به هندی‌ها در سال 2020 کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم پرسپولیس را به انجام یک بازی بدون تماشاگر محروم کرده بود. در پی همین مجازات اولین بازی بعد از دوران کرونا در ورزشگاه آزادی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بدون تماشاگر بود. اما نکته عجیب ماکت‌های وحشتناک روی سکوها بود که سر هواداران پرسپولیس روی آنها قرار داشت و از گذشته باشگاه ایرانی برای پوشاندن سکوها در دوران کرونا از آنها استفاده می‌کرد. النصر عربستان موفق شد در اولین بازیش در لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با دو گل پیروز شود، اما کریستیانو رونالدو و هیچ کدام از بازیکنان خارجی تیم سعودی نظیر سادیو مانه، مارسلو بورزوویچ، آیمریک لاپورت گلزنی نکردند. رونالدو از زمان حضور در عربستان در 26 بازی به میدان رفته و موفق شده 21 گل برای شوالیه‌های نجد به ثمر برساند، اما برای گلزنی در لیگ قهرمانان آسیا باید تا هفته‌های آتی صبر کند.
لازم به ذکر است با وجود شلوغی های اطراف هتل اسپیناس پالاس محل اقامت کریستیانو رونالدو و حواشی پیش آمده پس از حضور النصر در ایران و استار پرتغالی واکنش خوب نشان داد و علاوه بر ملاقات با یک کودک هوادارش در هتل و فاطمه حمامی نقاش معلول در آستانه خروج از ایران پست اینستاگرامی هم منتشر کرد که از استقبال مردم ایران تشکر کند. تیم النصر برای نخستین بار پس از معرفی سیستم جدید برگزاری لیگ قهرمانان آسیا از فصل 2002-2003 به ایران سفر کرد و پیروز شد. این تیم شهر ریاض پس از مسابقه دیشب برابر پرتپولیس در هر سه بازی که در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه های ایران برگزار کرده بود شکست خورده بود. دو مورد از این باخت ها در سال 2011 با تیم های استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان سومین باخت به دست پرتپولیس در سال 2015 بود. النصر همچنین نخستین پیروزی اش را برابر یحیی محمدی سرمربی پرتپولیس که در سه دیدار قبلی زردپوشان را شکست داده بود به دست آورد. گل محمدی زمانی که سرمربی ذوب آهن بود با کسب دو پیروزی برابر النصر راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2016 شد و با پرتپولیس در نیمه نهایی همین مسابقات در سال 2020 النصر را حذف کرد. با نقل از اکیپ پاریس سن ژرمن فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی آغاز کرد. تیم پاریسی در دیدار برابر دورتموند با دو گل به پیروزی رسید. اینریکی پس از پایان بازی گفت: از نظر من امباپه بهترین بازیکن جهان است. آنچه بیشتر از توانایی های فنی این بازیکن من را شگفت زده می کند ویژگی های والای انسانی است. بسیار خوشحالم که در تیمم چنین بازیکن را دارم. او کاپیتان است که همیشه می خندد. او درباره بازی گفت: همه چیز خوب بود. با شایستگی به پیروزی دست پیدا کردیم. چنین پیروزی های انگیزه بازیکنان را بالا می برد. کنترل بازی را در اختیار داشتیم. بازی سرعت بالایی داشت. دورتموند تیم بسیار خوب و با کیفیت نشان داد. اینریکی درباره اشرف حکیمی زننده گل دوم تیمش نیز گفت: او بازیکن بزرگ است و انرژی بی‌نظیر دارد. حکیمی نیاز به بهتر شدن دارد و ما به او کمک خواهیم کرد. او تلاش زیاد میکند و خوشحالم که چنین بازیکن را در تیمم دارم. او کیفیت لازم برای گلزنی را دارا است و گل زیبایی به ثمر رساند. کریستیانو رونالدو پس از 12 سال بار دیگر در سال 2021 زمانی که هدایت منچستر یونایتد بر عهده سولشایر بود به این باشگاه برگشت. با وجود هیجان و خوشحالی این بازیکن مربیان و هواداران شیاطین سرخ بازگشت او به اولترافورد آنطوری که انتظار میرفت پیش نرفت و او نتوانست درخششی که پیش از این با پیراهن این تیم داشت را بار دیگر تکرار کند. سولشایر در گفتگو با اتلتیک درباره این اتفاق اظهار داشت: این تصمیم بود که رد کردنش بسیار دشوار به نظر میرسد و من حس کردم که باید آن را عملی کنیم، اما در نهایت همه چیز اشتباه پیش رفت. وقتی او به این تیم برگشت همه چیز عالی به نظر می رسید و هواداران در آن بازی برابر نیوکاسل در اولترافورد خیلی خوشحال بودند. او هنوز هم یکی از بهترین گلزنان دنیا بود. وقتی با آن دیدارها فکر میکنم متوجه میشوم که چه بازی تعیین کننده ای بود. بازی برابر منچستر سیتی، لیورپول، تاتنهام و لستر سیتی در خارج از خانه. سپس چلسی و آرسنال مسابقات لیگ قهرمانان. همه چیز برخلاف میل ما پیش رفت. شرایط سخت از بازی برابر آستون ویلا در خانه و از دست رفتن پنالتی شروع شد. وقتی تیم دارید همه باید در مسیر مشخص پیش برود. وقتی شرایط درست نیست کاملا میتوانید ببینید که بعض از بازیکنان خودشان را بزرگتر میدانند. ما تاتنهام را شکست دادیم اما پس از آن در دو بازی شکست خوردیم. این مربی نروژی همچنین درباره بازیکنانی که در زمان حضورش در یونایتد موفق به جذب آنها نشد صحبت کرده است. اولین نفر ایرلینگ هالند است که همان زمان هم زمزمه علاقه او به این بازیکن به گوش رسیده بود. بازیکن دیگر دیکلان رایس است و نام جذاب هم در این فهرست به چشم می‌خورد. سولشایر درباره او گفت: کسی که آن زمان هزینه‌ای که در این تابستان برای این بازیکن شد را نداشت. ما در مورد مویس کایسدو هم صحبت کردیم، اما احساس می‌کردیم در آن زمان به بازیکن آماده نیاز داریم. ما به شدت بلینگام را هم می‌خواستیم اما او دورتموند را انتخاب کرد و این احتمالاً معقولانه بود. میل اسپورت روز سه‌شنبه گزارش داده بود که مهاجم جدید بایرن مونیخ واقعا می‌خواست با منچستر یونایتد ملحق شود و آماده بود تا 12 ماه پایانی قرارداد خود با تاتنهام را بگذراند تا به عنوان بازیکن آزاد به یونایتد برود. در نهایت اما منچستر یونایتد راسموس هویلند را با مبلغ 65 میلیون یورو به خدمت گرفت و کاپیتان انگلیس با قرارداد نزدیک به 115 میلیون یورو به بایرن مونیخ پیوست. اریک تن هاگ در بازی امشب مقابل بایرن مونیخ این شانس را خواهد داشت که از نزدیک ببیند چه بازیکنی را از دست داده است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.